سرخط خبرها، یک سالگی سکوت کشور. نیروهای جبهه مقاومت 7 روستا را در ولایت پنجشیر تصرف کردند. منشور شورای مقاومت تأکید بر استادگی در برابر طالبان و برقراری نظام پارلمانی نامتمرکز. طالبان 6 کارمند ادارات بلخ را برکنار کردند. بریتانیا تا قبل از سقوط کابل از جزئیات توافقنامه دوحه بی‌خبر بوده است. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا از برنامه جو بایدن برای روند تخلیه در افغانستان انتقاد کردند. و جبهه آزادی بخش بلوچستان در 4 حمله جداگانه 2 مامور ارتش پاکستان را کشتیم. باید خدا به یک زیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو مهم با ما باشید. منشور شورای مقاومت تأکید بر استادگی در برابر طالبان و برقراری نظام پارلمانی نامتمرکز. شمار از اعضای رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در یک نشست مجازی منشور این شورا را اعلام کردند. در این منشور که شام روز یکشنبه 23 اسد اعلام شد، بر استادگی متحدانه در برابر طالبان و تحکیم نظام جمهوری اسلامی پارلمانی نامتمرکز تاکید شده است. شورای مقاومت برای نجات در این منشور از طالبان خواسته است که با مذاکره صادقانه جهت ایجاد دولت فراگیر انتقالی و سپس نظام و دولت منتخب تمکین کنند. این شورا هشدار داده که اگر به این خواست مردم افغانستان و جهان توجه نشود، برای گسترش مقاومت و استادگی ملی در سراسر کشور تا برچیدن بساط حاکمیت غاصبانه و نامشروع طالبان و رسیدن به صلح و ثبات پایدار در نظام و دولت منتخب وارد اقدامات عملی خواهد شد. شورای مقاومت همچنان از جبهات مقاومت در همه نقاط کشور در برابر حاکمیت نامشروع و انحصاری و برتری جویانه طالبان حمایت کرده است. در نشست مجازی اعضای رهبری این شورا، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز اشتراک و سخنرانی کرد. او گفت که تلاش‌ها برای انسجام همه گروه‌ها برای یافتن راه حل افغانستان است و این یک ائتلاف کلان جریان‌ها و گروه‌ها است. شورای مقاومت گفته است که برای تحکیم نظام جمهوری اسلامی پارلمانی نامتمرکز تلاش می‌کند و افزوده است که جمهوریت و مردم سالاری در آیت نظام پارلمانی بیشتر می‌تواند نقش داشته باشد. در این منشور بر نظام پارلمانی که مبتنی بر انتخابات عادلانه باشد، به گونه‌ای که در آن همه اقوام باشنده در ولایت‌های افغانستان با تناسب جمعیتشان نمایندگی متعادل داشته باشند و افزون بر مسئولان مرکزی دولت، شهرداری‌ها، والیان و ولسوالان انتخابی باشند تاکید شده است. از سوی دیگر در این منشور نسبت به گسترش تروریسم و افرادگرایی، کشتارهای جمعی و هدفمند و تبدیل شدن افغانستان به میدان جنگ نیابتی اظهار نگرانی شده است. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان از جامعه جهانی برای اینکه حاکمیت استبدادی و نامشروع طالبان را به رسمیت نشناخته سپاسگزاری نیز کرده است. بخش آخر این منشور که در 5 فصل و 71 ماه در ترتیب داده شده، به تشکیلات شورای مقاومت اختصاص داده شده است. در این بخش گفته شده که به منظور تحقق اهداف این منشور، در چارچوب شورای مقاومت، نهادها، مجلس، موسسات، شورای رهبری، شورای عالی و دارانشا ایجاد شده است. شورای جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان چند ماه پیش توسط شمار چیره‌های مدرسه سیاسی افغانستان که با تسلط طالبان به کشورهای بیرونی پناهنده شدند در ترکیه ایجاد شد. یک سالگی سقوط کشور. نیروهای جبهه مقاومت 7 روستا را در ولایت پنجشیر تصرف کردند. منابع محلی در ولایت پنجشیر از آغاز حملات تهاجمی نیروهای جبهه مقاومت بر مواضع طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. به گفته منابع، نیروهای جبهه مقاومت از بامداد روز دوشنبه 24 اسد
حملات تهاجمیشان را در چندین ولسوالی ولایت پنجشیر آغاز کردند. منابع می افزایند که در نتیجه این حملات تا اکنون 7 روستا در ولسوالی های بازارک، دره، انابه، شتل، پریان و خنج به تصرف نیروهای جبهه مقاومت در آمده است. منابع تصریح می کنند که در پی این درگیری ها با طالبان تلفات نیز وارد شده است، اما رقم دقیق آن تا اکنون معلوم نیست. منابع اضافه می کنند که شمار از جنگجویان طالب نیز در محاصره نیروهای جبهه مقاومت قرار دارند. منابع می افزایند که نیروهای کمکی طالبان نیز به دلیل بسته شدن برخی راه‌های مواصلاتی این ولایت به سبب جاری شدن سیلاب‌ها به محل درگیری‌ها رفته نمی‌توانند. طالبان و نیروهای جبهه مقاومت تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. طالبان 60 کارمند ادارات بلخ را برکنار کردند. منابع محلی در ولایت بلخ میگویند که مسئولان محلی طالبان در این ولایت کارمندان با تجربه ادارات دولتی را برکنار کردند و به جای آنان افراد خود را میگمارند. این منابع روز یک شنبه 23 اسد به خبرگزاری روزنامه 8 صبح گفتند که در یک ماه گذشته حدود 60 تن از کارمندان ادارات انکشاف دهات، عدلیه و مقام ولایت از وظایفشان برکنار و خانه نشین شدند. بر اساس معلومات این منابع، طالبان 19 تن را از ریاست انکشاف دهات، 10 تن را از ریاست عدلیه و 30 تن را از مقام ولایت بلخ برکنار کردند. منابع می افزایند که بجای افراد برکنار شده، بیشتر افراد وابسته به طالبان شامل کار شدند و شمار هم در حال استخدام هستند. بریتانیا تا قبل از سقوط کابل از جزئیات توافقنامه دوحه بی‌خبر بوده است. آمریکا تا قبل از سقوط کابل بریتانیا را در جریان جزئیات توافقنامه دوحه که میان آمریکا و طالبان شد نگذاشته است. سیندی تایمز روز یکشنبه 14 اکست گزارش داده است که تصمیم آمریکا برای دور نگه داشتن لندن از ضمیمه محرمانه توافقنامه دوحه تأثیر قابل توجهی بر روابط ویژه انگلیس و آمریکا داشته است. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا از برنامه جو بایدن برای روند تخلیه در افغانستان انتقاد کردند. بر اساس گزارش تازه نشر شده از سوی جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا، در اوج خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان، تنها 36 مقام وزارت امور خارجه در میدان هوایی کابل حضور داشتند تا افغانهایی که قصد تخلیه داشتند را بررسی کنند. سینن روز شنبه 14 اگست به نقل از گزارش جمهوری خواهان نگاشته است که در این جریان توسط یک افسر کنسولگری 3444 نفر از افغانستان تخلیه شده اند. این گزارش نشان می دهد که برغم نگرانی ها در مورد سلب آزادی زنان تحت حاکمیت طالبان، کسانی که توانستند در پروازها تخلیه خارج شوند بیشتر مردها بودند. جبهه آزادی بخش بلوچستان در 4 حمله جداگانه 2 مامور ارتش پاکستان را کشتیم. جبهه آزادی بخش بلوچستان می گوید که در 4 حمله جداگانه در بخش مشکی واقع در مناطق مختلف آروان 2 مامور ارتش پاکستان را کشته است. سخنگوی جبهه آزادی بخش بلوچستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای آنان شنبه شب 13 اگست با حمله بر بازگاه‌های ارتش پاکستان در مناطق تنگ، جیگی و آوگار واقع در بخش مشکی ولسوالی آوار 2 مامور ارتش پاکستان را کشتند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.